اینا مأموریت دارن که ایران را به نابودی ببرن. خب میبرن دیگه. ولی من نیستم که این کار رو نشه. ایران سرزمین ماست. ما از یک آب و خاک هستیم که سراسر فرسود هوای وطن از چه بیتابانه میخواهم ات ای گوریت آز بد خدا همه رکت در باکن خدا وقتی که ذوالفقار علی در دست‌های خونی ذوالقدر در چرخش هزاره مرگ است و مقتدای جهل منزل نشین مرقد مولاست، دیگر چه اعتباری دارد مردی که کوچه‌های یتیمان آواز پای او را در نیمه‌های شب چشم انتظار؟ اینک جمع بزرگ شیادان، آنها که شرمشان را کابین وصل با قدرت کردند، در سوگ هتک حرمت مولا بر سینه ها و بر سرشان می کوبند. مداح خاص نایب آقا از کربلا و صحن نجف می خواند و خیل خیل مزدوران مرگ و نفاق و جهل و جنایت را از سرزمین پارس به بین النهرین سرریز میکنند. فریاد لافتی وقتی که بر لبان کفالود جاهلان تفسیر میشود جایی برای پیر قلندر نیست. وقتی که با صفای دلش در نیمه های شب آواز یا علی را در کوچه های شهر مقدس پرواز داده بود. ما با علی صفا کردیم، جایی کنار رستم دستان در سینه های عاشق ما داشت. گاهی که بغض پر شده در دل در جستجوی راه گریزی بود، چنگی به دست می آمد، درویش پیر حیاتی می خواند یا علی گویم مولای منجلی گویم. از ملک ری به سویش پرواز میکنم و نام بیزوالش را آواز میکنم. حالا علی و مرقد او دکان مرگ و خون و تباهی است. مردان مقتدا خمپاره های اهدایی را در پیش پای حضرت میکارند. مولای آشنای من و تو با کولباری از غم و اندوه از شهر خاطرات معطر ره میکشد به راه فراموشی. درویش پیر خاموش می شود وقتی که ابن ملجم از دردهای مولا می گوید. علیرضا نوریزاده، سه‌شنبه 24 ماه نوامبر، 3 آذرماه، به شما سلام می کنم. چرا این شعر رو خوندم؟ فیلمی رو نگاه می کردم، یکی از همین تازه مسلمانان بعد اسمشون رو گذاشت، ریشو تراشیده شیک، حالا معلوم شب قبل کجا بوده، در خدمت حسین بازجون مشغول مکیدن کوکنار بودن یا کار دیگه، میاد تو تلویزیون، بعد قیافه گریان، حالا چرا گریان، که ایشون علی رو از ذوالفقارش شناخته. کسی که علی رو از ذوالفقارش میشناسه یعنی سربریدن، گردن زدن. چرا مثل شهریار علی رو نمیشناسی؟ علی همای رحمت، تو چه آیتی خدا را که به ما سوا فکندی همه سایه هما را. چرا مثل حاج میرزا حبیب خراسانی علی رو نمیبینی؟ امروز امیر در میخانه توی تو، فریاد رس ناله مستانه توی تو. اینجوری ببینش؟ نه، به مقتدا میشناسه، به نمازش میشناسه. تو نمازشو دیدی؟ دروغ میگی، فریبکاری. چون در جمهوری جهل و جور و فساد فریبکاری آدمو به دولت میرسونه. یه بچه‌ای که 750 هزار تومان بدهکار بوده، چک برگشتی داشته تو زندان، تو 10 سال میگه من 22 میلیارد پول دارم.
دروغ دیگه، فریبکاریه. آقای شهرام جزایری بستنی فروش بود، توی 5 سال شد میلیاردر. لوازم دفترش در دبی و در تهران از ایتالیا وارد شده بود. بریم این فیلم اول ببینیم، من خدمت این آقا باز میرسم. علی مگه نماز میخونه؟ گفتن که او اهل راز است و نیاز است، گفتن مولای دو عالم بی نماز است. گیرم که نه بر آدم و عالم ولی بود، اصلا نه امام نبود ها. گیرم که نه بر آدم و عالم ولی بود، آیا چنین ظلمی سزاوار علی بود؟ من مرتضی را از وقارش میشناسم، هیچ کی نمیتونه دستای امیرالمومنین منو ببنده. من مرتضی را از وقارش میشناسم، از ضربه های ذوالفقارش میشناسم. من مرتضی را با قنوتش میشناسم، در اوج قدرت با سکوتش میشناسم. من مرتضی را با نمازش میشناسم، با گریه راز و نیازش میشناسم، قدر نم باران شکوفه میشناسد، قدر نم باران شکوفه میشناسد، تنها علی را چاه کوفه میشناسد. این یه بیت رو من تموم کنم بدم خدمت شما، من سکوت کنم که یبن الحسن آقا به خاطر دل من نه که من بدم، دعای امروزمون باشه دیگه. آقا به خاطر دل من نه که من بدم، آقا آقا به خاطر دل من نه که من بدم، آقا به خاطر دل زهرا ظهور کن، آقا به خاطر دل زهرا ظهور کن. بی ادبی کرد مآجم. خیلی استفاده ممنونم. خداوند انشاءالله همه ما را آدم کن. بله ایشون دل زهرا آقا ظهور کن، مطابق روایت خودتون آقا ظهور بکنه اول گردن تو رو میزنه، اما اول گردن تو رو میزنه چون منافقی، دروغ میگی. برای 2010 که آقا خدمتت بده و آقای محمدی گلپایگانی یه پاکت برات بفرسته، میای جلوی تلویزیون هنرپیشه میشی، ننگ بر شاعری که به خاطر سله از ارباب بیمروت دنیا میاد و این حرفا رو سرهم میکنه. بیت آخر چه ربطی به اون شعر اول داشت؟ علی رو از قنوتش میشناسی بعد به خاطر دل زهرا رو. آقای دکتر فربخش سلام، ببخشید بنده قرار نبود در مجلس شما از این کارا بکنم، اما اینقدر این منو عصبانی کرده بود گفتم نمیشه. حق دارین، حق دارین. آخه دروغ و فریبکاری تا چقدر آقای دکتر؟ نه شما در اقتصاد دروغ میگی، در سیاست دروغ میگی، در نمیدونم روابط خارجی دروغ میگی، دین و فرهنگ، آخه دین مردم هم داری دروغ میگی، فرهنگ هم داری دروغ میگی. یعنی واقعا این مصیبتی که گردن ما افتاده، داشتم کتاب دشتی رو میخوندم و این کتاب دشتی روایاتش از رضا شاه میگه و اونجا داره صحبت میکنه که آره رضا شاه چه تشخیص درستی داشت، آدم ها رو چقدر خوب میشناخت و چقدر بیزار بود از دروغگو، بیزار بود از آدم کلک بزن و حقه باز. این ولی در این رژیم هر چی کلک بزنی حقه باز بشی دروغ بگی اعتبار بالاتری داری. شما یادت احمدی نژاد تو چشم مردم نگاه میکرد میگفت یه دختر 15 ساله داره غنیسازی تو آشپزخونه میکنه، یا دور سر من حاله نور بود. آخه ببینید شما یه جامعه‌ای باید چی به اینا گفته که اینا راحت این حرفا رو میزنن؟ لابد یه مشکل هم ما داریم دیگه. ببینید آقای دکتر نوروزی، به اعتقاد من دین یک طرفه، این بازیکنان دین یه طرف دیگه قضیه هست. اینا هرچی دلشون بخواد میگن، خب میگن این حدیث ها، این احادیث عجیب و غریب، این داستان هایی که میگن، خب اینا کدومش حقیقت داره؟ خب اینا پایش بر اساس دروغ گذاشته شده. بنابراین شما توقع و انتظار از این که اینا آخه چه حقیقتی رو بگن. ولی نه، من دلم میخواد این جامعه ما، داشتم با دکتر کویر صحبت میکردم، این جامعه ای که دستاوردهای فرهنگی عظیمی داشته، یه چیزایی که
آدم نمیتونه تصور کنه چه تو این جامعه میپذیره. آقای دکتر نورزاده، شما این جامعه رو 10 روز آزاد بذاری بعد یه رفراندوم بکنید ببینید میپذیره؟ بله. آخه ما بلدیم که دو رنگ داشته باشیم، یه رنگ پنهانیمون باشه، یه رنگ آشکارمون باشه. الان فعلا اون رنگ آشکار رو شما میبینید. مجله رو نگاه کن دکتر، عکسی زده از یه گوینده تلویزیون جمهوری اسلامی. آنچه که مردم دارن میبینن و آنچه در زیر عقاب تلویزیون هست، یعنی همه ماها تبدیل شدیم ده تو ایران با آدم های دوگانه دقیقا. که تو خونه این لس آنجلس زندگی میکنن دقیقا. بیرون این نجف اشرف. یعنی شما ای 10 روز آزادی بدین این عکس برعکس میشه و این خیلی مهم. خب حالا بریم سر مردم که منو رها نمیکنن، میگن آقا داری راجع به فساد هم میگه دکتر فرابخش کو. همینجوری طرفدارات. بعدم راجع به کتاب من بگم، اگر کتاب طول کشید، اگر زمان چاپش چندین نوبت به تعویق افتاد، برای این بود که این کتاب تبدیل بشه به یه رفرنس بود، تبدیل بشه به یه کتابی که برای تحقیقات بعدی بهش رجوع بشه. و فوق العاده کتاب جالبی است. فصل رضاشاش فکر میکنم بی نظیر باشه، تا به حال کسی این زحمت رو نکشیده. کتاب در مرحله ادیت نهایی است و بعد به زیر چاپ خواهد رفت و بنده خودم همینجا میام تبلیغشو میکنم و شما عزیزان من اونایی که بیرونید میتونید کتاب رو میخرید، برای اینکه این کتاب سرش چندین سال زحمت کشیده شده. کتابی که ایران واقعی رو نشون میده، ایران 57 سالی که در اون جامعه ساخته شد، اقتصاد محوری بنیان گرفت و خیلی از کارهای دیگه که حالا تو اون با آمار و ارقام خواهید دید. واقعا دستتون درد نکنه دکتر. خیلی به هر حال ما یه بدهی داریم به رضا شاه و باید این بدهی رو این مرد بزرگ و حیف عجب مردی بود. ببینید هر چی آدم میره جلو، هر چی میگم کتاب دشتی رو من اون قبل از انقلاب خونده بودم بی توجه، الان میخونم خاطرات مخبر و سلطنه، دوباره میام خاطرات خطرات رو میخونم. همین جوری که میرم جلو راجع به هر کدوم از این بزرگان ارتباطشون رو با رضا شاه، اون اتفاقاتی که افتاده. ببینید آقای دکتر نوری‌زاده، درباره رضا شاه حرف زیاد زده شده دیگه، کتاب ها نوشته شده، حالا حزب توده، حزب جبهه ملی، این ور اون ور، ولی تمام این مطالب شاید 20% کارهای رضا شاه هم نباشه. حرفای زده شده، ولی شما وقتی اعمالی که کارهایی که این مرد کرده واقعا روش توجه و بررسی در اون زمان بررسی کنی، اصلا معجزه کرده این مرد. حالا مسئله طرفداری اصلا نیست، مسئله بیان یک واقعیت تاریخیه که این مرد در 16 سال، 16 سال یعنی هیچ، ما 16 سال قبلش جریان بعد از انقلاب مشروطه رو داریم. روزی که انقلاب شد با 16 سال بعد که رضا شاه اومد تفاوت چندانی با هم نداشت. دولت‌های 3 ماهه، 3 هفته، 2 هفته می‌اومدن. رضا شاه روزی که اومد با 16 سال بعد رفت، کشور از این رو به اون رو شده بود. این از این رو به اون رو که کسی تعریف نمی‌کنه، ولی اینکه رضا شاه دو تا چک زده تو گوشه نمی‌دونم یه کسی، این شده 6 چند تا کتاب. خب اینا رو بعد این واقعیت‌ها رو وقتی بهشون میگه آقا استالین چیکار کرد، هیچ حاضر نیستن. اصلا استالین یه نظام بود، یه سیستم بود، رضا شاه فقط یه قدرت بود. واقعا واقعا یه قدرت بود به خاطر یک هدف مشخص. ولی استالین، هیتلر، امثال هم اینا نظام آقای همین جمهوری اسلامی خودمون، اینا یه نظام هست. یعنی اگر آقای خامنه‌ای رو وردارین یکی دیگر هم باز بزنین، باز همینه، کشتن و زدن و بردن و زندان و غیر، این فرق. ولی رضا شاه، محمد رضا شاه 12 سال اول دیکتاتور بود، زمانی ایجاب میکرد که برای انجام اهدافش قدرت به خرج بده و داد. روزی هم که قرار شد نده، اومد آقای بختیار پاشو بیا همه اون مسائل هم منحل کن، ساواک و ماواک و روزنامه هم آزاد شونه. بنابراین اصلا متفاوته، نمیشه رو هم مقایسه کرد. یعنی نظام میخوام بگم که در مورد رضا شاه وقتی شما صحبت میکنیم، یه جامعه بی سواد، مریض، فقیر،
کل درآمد سالانه کشور جمع بزنیم به اندازه نصف روز امروز نیست و در اون شرایط با اون امکانات اون اقدامات انجام میشه. ببینید آقای دکتر نوروزی، یکی از خلاقیت‌های رضا شاه این بود که همون تعداد محدود انسان‌های باسوادی که بودن و ایران دوست بودن مثل داور غیر و غیره جمع کرد و اختیارات داد، گفت بسازین مملکت. اینا واقعا یه مقوله است. خب اینا واقعا اختیارات داد. پس چه جوری میشه رضا شاه که خودش اطلاعات چندانی نداشت ولی گفت قدرت از من، کار از شما. من بولدوزه کسی که قوه قضاییه رو عرفیش کرد خب داور بود، رضا شاه که نبود که، ولی قدرت از قدرت در سایه رضا شاه این کار انجام شد. بقیه کارش هم همین طور بود، گفت قدرت از من، نگران نباشین مملکت رو بسازیم. در غیر صورت ساخته نمیشد مملکت. خب حالا میایم اینجا آقای دکتر چه حرف خوبی زدی. الان میرسیم به امروزمون. آقای خامنه ای قدرت مطلق داره، حالا قانون اساسی هم بهش ولایت فقیه مطلقه. هر انسانی یه ذره محبت به هموطنش داشته باشه، هم نوعش داشته باشه، در اندیشه این باشه که تاریخ ازش با بزرگی یاد بکنه، تلاش میکنه که اقدامات مفید بکنه، برای کشورش کاری بکنه. چه عواملی مانع از اینه که امروز در ایران ما یک جهش به سوی دموکراسی، به سوی آزادی، به سوی ساختن، حالا اصلا دموکراسی رو میگیم پیشکش، و اینقدر ما دوچار دزدی نباشیم، اینقدر دوچار فساد نباشیم؟ آقای دکتر نوری‌زاده، یک شعر، یه ضرب المثلی هست که میگه خانه از پای بست ویران است، خواجه در فکر رنگ است. این دقیقاً شرح حال ماست واقعا. ببینید اساس و پایه مملکت به هم ریخته است. بعد در یک چنین شرایطی، یه هفته قبل گرفتاری های انواع و اقسام گرفتاری اقتصادی هست، یه پامون تو سوریه هست، یه پامون تو یمنه، روسیه داره بالا و پایین مملکت رو میخوره، غرب اصلا قبولمون نداره، همه این بساطم گرفتاری ها رو داریم. آقای خامنه ای اومدن میگن آقا چرا اردوی مختلف کجا هست؟ 300 تا آدم با هم و حکم حکومتی صادر میکنه. نه وقت مختلط هم نیستن دکتر، دختر و پسر جای دیگه میخوابن با هم، روز اومدن سر کلاسی مثلا نشستن با هم، این شد اردوی مختلط. یا مثلا همون همی باز که آقا جلوی ترویج موسیقی رو بگیری، بعد اومدن 7-8 تا روزنامه نگاره گرفتن، آقا اینا از طریق میخواستن تو فرهنگ نفوذ کنن که بعد بیان، بعد ما علاقه من به امریکا بشیم. این خیلی جالبه. آخه ببینید وقتی که اینا مطرح میشه یعنی اینکه در مملکت، ببینید آقای دکتر نوری‌زاده، شما وقتی بخواین یک کشوری رو به فروپاشی و اضمحلال مضمحلش کنی، حتما نباید خارج دشمن حمله کنه، حتما نباید استثمار حاکم باشه، کافی که ناخردان شما بذارین در رأس کار. من خاطرم میاد در اول انقلاب این آقای قرضی شد بود وزیر نفت، ایشون میگفتش خیلی هم با قبقب و خیلی با صلابت همچین با چی میگن؟ قباحت که من کارشناسای غرب زده شرکت و نفت و فلهی بیرونشون کردم، جاشون حزب اللهی های متحد رو نشوندن. با افتخار این شد. با افتخار ما اومدیم آقا یه دلقه که نیمچه خلو اووردیمش رئیس جمهور کردیم، 800 میلیارد پول دادیم دستش که این دلقه برای ما 8 سال مملکت اداره کن. آقا چه دیگه چه توقعی دارین؟ توقع دارین که اقتصاد مملکت رو به راه باشه؟ آخه کسی که به قول شما حاله نور میگه دور سرم بود و نمیدونم با امام زمان نماز خوندم و با امام ششم نمیدونم چلو کباب خوردم، سر سفره شون توی میزشون یه بشقاب خالی میذاشتن رو صندلی مال امام زمانه. این تحمیق یک ملت، ولی ملت ما که قبول نمیکنه، خب ظاهرا سرشو تکون میده. همین آقا پسری که اومد اینجا این شعر رو خون، بله این آقا قبول مگه داره این حرفو؟ این منتظر اون چکی که دم در چکره بگیره و بره.
اینا رو ما دیدن اینا متاسفانه الان به در حالتی افتادیم که نمیدونم واقعا آخر آواتمون چه خواهد شد، ولی تو من فرابست. رستگاری اصلا نمیبینم در تو فرابست. ما چند تا موضوع داریم که قبلا هم کم و بیش راجبه صحبت کردیم. من هنوز معنی اقتصاد مقاومت رو نمیدونم. یعنی چی اقتصاد مقاومت تو دنیای گلوبالایزیشن، تو دنیایی که همه جهان به هم ارتباط دارن؟ چینیه یک کار تولیدی میکنه، فردا توی امریکا داره فروش میره، نمیدونم انگلیسیه تولید میکنه، پس از تو هند میاد، جهان به هم پیوسته، یه بازارچه هست. اقتصاد مقاومت یعنی چی؟ اتفاقا من یکی از چیزایی که یادداشت کردم همین رو می‌خواستم یه چند کلمه دربارش بگم. حالا شما مطرح کردین، ببینید آقای دکتر نوری‌زاده، آقای خامنه‌ای که نمیدونن اقتصاد بله. چیه که پس یه کسایی، یه کارشناسانی نشستن و این برنامه رو نوشتن دادن دست آقا، آقا هم خوندن، یعنی در واقع آقا رو سر کار گذاشتن دیگه. چون شاه میدونست اقتصاد میفهمید، شاه خودش نظر میداد، شاه میگفت این کارو بکنید، برید دنبال پتروشیمی رو اینجوری کنید، برید دنبال فولاد شریک شین با نمیدونم کروپ 25% اینقدر درصد کروپ رو بیاریمش تکنولوژی در کش. خودش برنامه ریز بود شاه. شاه اقتصاددون بود، شاه سیاستمدار نبود، شاه یک اقتصاددان واقعی بود. آقای خامنه‌ای که این چیزا رو نمیدونن که، یه عده مینویسن میذارن جلویشون، ایشون هم نگاه میکنه، یه خوردن به اپا و چهچه هم میکنه، آقای ولایتی و غیره و غیره میان تعریف و چیز میکنن، بعدم تصویب میشه میرن اجرا میکنن. خب ببینید، همین اخیرا یه همایشی هست به نام، من اینجا یادداشت کردم اسمشو، همایش اقتصاد ایران. در این همایش اسم دقیقش اگر من پیدا بکنم، در این نوشتم، به هر حال این همایشیه که جلسه چهارمش هفته پیش بوده. جلسه چهارمش که تشکیل میشه، موضوعش این بوده که اقتصاد مقاومتی در رابطه با بازار آزاد. دو نفرم صحبت کننده بودن، یکی آقای به نام پژوهان و یکی هم یه آقای به نام آقای دکتر رزاقی که من اصلا نمیدونم اینا تو واقعا کی هستن. خب آقای پژوهان منطقی صحبت کرده، ایشون اومده گفته که من جایی نخوندم که اقتصاد مقاومتی یعنی چی، نه مقاله‌ای دیدم نه تجربه‌ای ازش در جهان سراغ دارم، اینه که نمیدونم. ولی یه چیزی میخوام بگم، اتفاقا این گفتشون جالب. این آقای پژوهان میگه انسان اولیه، انسان قارنشی اولیه، سرمایش ابزار شکارش بود، اون سرمایش بود. انسان دوره کشاورزی سرمایش زمین بود و محصولش بود. دوره سرمایه‌داری سرمایه تولید است و سرمایه. حالا من اقتصاد مقاومتی رو نمیدونم چیه، ولی اگر اقتصاد مقاومتی منظورش اینه که بیاد این سرمایه رو دولتی کنه، یعنی مالکیت از سرمایه‌دار بگیره، خب این فرقش پس با اقتصاد کمونیستی چیه؟ پس بنابراین من، یعنی در واقع با زبون بی زبونی داره میگه که من نمیدونم اقتصاد مقاومتی چیه. ولی آقای رزاقی، آقا ایشون واقعا حرفای جالبی زدن، یعنی در واقع درست برای ایشون میگن که وقتی میگوییم اقتصاد مقاومتی، پرسیده میشه و که چه معنایی دارد و اضافه میکند در اقتصاد هر فردی بر اساس باورهای خود عمل میکند، یکی با پول دلالی میکنه، یکی در تولید زحمت میکشد، در کلان اقتصاد هم همینطور است. سرمایه‌داری مبتنی بر منافع شخصی و حد اکثر سود، این یعنی در واقع سرمایه‌دار داره این کارا رو که حالا ایشون میخواد بگه ربطی به اقتصاد مقاومتی نداره. خب بعد میگن که اما آنچه در قانون اساسی جمهوری اسلامی آمده اینطور نیست. همان ابتدا میگوید اقتصاد وسیله است،
نه هدف. علت هم این است که اگر اقتصاد هدف باشد دیگر خداپرستی و دین معنی ندارد. یعنی همون حرفی که شما بارها زدید که آقا عجب عجب اقتصاد و قاطی با ایدئولوژی نکنید. آقای دکتر نوری‌زاده، اقتصاد نه وسیله است نه هدف، اقتصاد زندگیه. بل. یعنی شما صبح تا شبت هر کاری میکنی اقتصاده، عدد و رقم، عدد و رقم و برنامه، خلاقیت و کار و فعالیت. پس بنابراین این زندگی شماست هدف تعیین میکنه، و وقتی هدف تعیین کردین از طریق هدف شما وسیله رو تولید میکنی، توجیه میکنید، نه برعکسش که اول بیایید اقتصاد بشه وسیله، بعد وسیله بشه هدف، بعد هدفم بره دنبال دین و خود. و اقتصاد چه ربطی به خدا و پیغمبر داره؟ نگرد دکتر درنگ کوتاهی بکنیم و بازگردیم که آدم بعضی چیزا رو میشنوه سردرد میگیره. با ما باشه. سلام آقا محمد خان سلام، من لطف علی خان شما، من لطف علی خان شما. آقا محمد خان سلام، آقا محمد خان سلام، من لطف علی خان شما، من لطف علی خان شما. آقا محمد خان سلام، آقای دور از اتهام، پشت تو دنبال خودم، شاهی شما و من غلام. آقا محمد خان سلام، آقا محمد خان سلام، حرف از من آسون میکشی، دنیامو به خون میکشی، ما غربتی یارو واسه اینه به تهرون میکشی. آقا محمد خان سلام، من لطف علی خان شما، من حاکم شیرازیم، بازم به سلابم بکشون، من به مرگم راضیم. آقا محمد خان بدم، آتیش به دنیاتون زدم، حکم همایونی چیه؟ من لطف علی مرتدم، چی خواب میبینی برام؟ آقا محمد خان سلام، آقا محمد خان سلام، من لطف علی خان شما، چشمامو در آوردی و قدرت به دست آوردی و ناموس ما رو بردی. و آقا محمد خان سلام، آقا محمد خان شما، آقا محمد خان خدا، آقا محمد خان کجا، آقا محمد خان چرا؟ آقا محمد خان سلام، آقا محمد خان سلام، تو خواجه این سرزمین، من خاک پای تو، همین کار دنیا رو ببین. آقا محمد خان سلام، من لطف علی خان شما، سرباز پاک میهنم، طوق شما رو گردنم، هر جا که گفتی بردنم، دستامو کندی از تنم، اینجا به دستور شما، رو ما تمرکز میکنن، استبلبوناتون به ما دائم تمرکز میکنن. آقا محمد خان
سلام آقا محمد خان سلام. حالا که از وقت خوشم دست افتاده زمان آقا محمد خانم آن آقا محمد خانم آقا محمد خان سلام. آقا محمد خان سلام. من لطفعلی خان شما. من لطفعلی خان شما. با درود دوباره فکر کنم دکتر این ترانه رو رامین گذاشت به خاطر اینکه از لطفعلی خان میگفت تو شیراز شما به نوعی. ولی خب آقا محمد خان جالب بود. بله آقا محمد خان قاجار و رضا شاه دو تا آدمی بودن که یکی این ایران رو بالاخره یک پارچه کرد، دوباره حکومت ایران برقرار شد، دولت ایران. حالا بی‌لیاقتی بابا خان برادرزادش 17 شهر قفقاز رو داد و بخشی از ترکمنستان و افغانستان رفت یا هرات رفت. به هر حال خب برگردیم به این آقای رزاقی. آقای دکتر در طول تاریخ ما و همینطور که نگاه میکنیم آیا واقعا دوره‌ای بوده، چون من همون صدر اسلام هم نگاه میکنم اقتصاد رو با دین قاطی نکردن، یعنی خب ربا در اسلام حرام بود ولی در تمام طول تاریخ نگاه میکنیم میبینیم تجارت ربوی رواج داشته، در زمان هارون الرشید خلفای دیگه بوده، یه صراف بوده و از این داستان. این به نظرم اولین باره که یه حکومتی میخواد ادعا بکنه بهره میگیره تو بانکا، دزدی میکنه، فسادم میکنه، بعد میگه اقتصاد. نه ببین آقای دکتر نوری‌زاده، اصلا ربطی به دین نداره قضیه. اینا اومدن یه نظامی رو میخوان جا بندازن. مقداری از این نظام، حالا مقداری که شاید 80% این نظام رو با ضرب و زور جا انداختن، چادر سر زن کردن، فرهنگ رو خراب کردن، قوه قضاییه رو از عرفی به مذهبی تبدیل کردن، همه این کارها رو کردن. ولی در حوزه اقتصاد اینا زورشون نمیرسه. چرا؟ چون یارت یک کار تخصصی اولا، دوم هم با خورد و خوراک مردم طرفه. یه خورده شما کج عمل بکنید عکس العملش تو جامعه فورا منعکس میشه. بنابراین در این مورد کاری نمیشه کرد. کاری نمیشه کرد. حالا اینا اومدن چی کار کردن؟ اینا اومدن یه آقایونی مثل آقای رزاقی و این آقای آل اسحق و نمیدونم اینا پیدا شدن. اینا میخوان تئوری اقتصاد اسلامی رو ایدئولوژی به عنوان یک الترناتیو در مقابل اقتصاد سرمایه‌داری زنده کن. حالا خب میبینن که به قول شما مکانیزم که همونه، اینا که نمیتونن که عرضه و تقاضا رو فرمش رو عوض کنن که. درست. بخش خصوصی هم که در اون حد کوچیکش باید باشه، مکانیزم کارم همین نیست که هست باید باشه. ولی پس بنابراین ما چی کارش کنیم که این اسلامیش کنیم؟ اینا اومدن آرمان اسلامی رو میخوان قاطی بزنن، خدا و پیغمبر هم بیارن بگن که آقا چون این اقتصاد سرمایه داری، اقتصاد عدالت نیست، عدالت محور نیست، بنابراین ما باید آرمان اسلامی رو با اقتصاد موجود با هم تلفیق کنیم، از درون اینها یک اقتصاد اسلامیه باب جمهوری اسلامی خلق کنیم. این هدفیه که این دکانداران اقتصاد برای خودشون ترتیب دادن و اینم میخوان جلوی آقای خامنه‌ای رو امضا کردن، در حالی که این یعنی اضمحلال واقعی کشور، چون مقدماتش این وضعی که میبینیم اگه خودش بخواد عمل بشه دیگه وام مصیبت هست. این برنامه رو اینا میخوان اجرا بکنن. حالا مشکل اساسی که وجود داره، به هر حال اینا با دنیای طرفند، با جهانی طرفند، جهان سرمایه داریه. ببینید ما سه مدل اقتصادی رو بشر تجربه کرد، یعنی دوره معاصر ما. یکی اقتصاد آزاده که بله 190 کشور اقتصاد آزاد داره. یکی اقتصاد کمونیستی بوده که شکست کره شمالی داره. یکم اقتصاد مختلط بود که اونم نگرفت کارش. چرا اقتصاد آزاد درست یعنی هنوز پا برجاست و هنوز قدرتمنده؟ برای اینکه خود مردم ساختنش،
از درون جامعه اومده بیرون با تمام معایبش. چون از درون جامعه بیرون اومده، هم خودشو بازسازی میکنه، هم خودشو به جلو میبره و بهبود میده. بهبود میده. شما مثلا یک کشوری مثل سوئد یا اینجا، شما اقتصاد آزاد داره، ولی من الان اخیراً دیدم این ساختمان‌های جدیدی که داره دوروبر رودخونه ساخته میشه، خیلی هم عظیمه، دو تا اتاق خواب 800,000 پوند. دولت یعنی شهرداری ها 25% از این ساختمان ها رو میگیرن میخرن که به صورت راحت در اختیار بی خانه ها بگذارن. خب این اقتصاد بازاره، سود و زیان هم توش داره، ولی انسان محور هم هست، یعنی به فکر مردمن. ولی تو جمهوری اسلامی ادعای عدالت محوری میکنن، ولی شما روز به روز میلیاردرا اون مجموعه بیشتر مردمو میمکن و جامعه بیشتر زیر فقر میره، 18 میلیون زیر خط فقر. ببینید آقای دکتر روزاده، من بارها تو جلسه، تو این جلساتی با هم داشتیم، من این مسئله روش انگوز گذاشتم، تاکید کردم مهمترین عامل ایجاد عدالت مالیات، نظام مالیاتی. نه ما مالیات 3000 سال کشور ما مالیات گیره، ولی ربطی به نظام مالیاتی نداره. نظام مالیاتی یه کاتگوریه برای خودش، مالیات یه مسئله است برای خودش. مالیات اینی که میبینید امروز میگن 6% از این بگیرن، 10% اونجا رو، ولی وقتی شد نظام مالیاتی سیستمه. دقیقاً. و وقتی سیستم شد، این سیستمی که میتونه عدالت در جامعه پیاده کنه، هیچ چیز دیگه غیر از مالیات نمیتونه عدالت رو پیاده کنه. کاملا. خب این کار تو سوئیس و کشورهای اسکاندیناوی و نمیدونم تو همینجا انگلستان اینا داره اجرا میشه، و به تدریج هم چون فشار از پایین زیاده، احزاب قوی هستن، روز به روز از نظر رفاه عمومی و پیشرفت، از نظر بهداشت، از نظر فرهنگ، از نظر آموزش بیشتر میشه. خب اینا عدالته دیگه، پس اینا چی اسمش؟ این صحبتی که الان همین آقای رزاقی میکنن یا اون دیگر ها میکنن از استعمار و استثمار و فل، اصلا در سوئد، در سوئد استثمار وجود داره؟ نه آخه استثمار خب معنی باید کرد. درسته که در یه زمانی آقای مارکس استثمار و استعمار رو تعریف کرد، درست هم تعریف کرده، ولی زمان و مکان داره. جامعه دائم در حال تغییره. اصلا به قول شما احزاب و سندیکاها و روزنامه‌ها مجالی به استثمار نمیدن. همین آقای کامرون من جرأت میکنه خارج از خواسته احزاب که خواسته مردم کاری انجام بده. اون تو قدرتش در همین حده. خب این درسته، الان سیستم بانک جهانی واقعا داره میچاپه، این شک نکنید، ولی خود جوامع، همین سیستم بانکی امروز جهان هم که داره این همه فشار میاره، اجحاف میکنه، اینم درستش میکنه. یعنی چون از درونه، ولی وقتی که شما از بالا بخواید دیکته کنید مسلم با شکست مواجه میشید. آقا اقتصاد کمونیستی با اون فلسفه عظیم پشت سرش نتونست بیشتر از 70-80 سال عمر. دقیقاً. بعد ما چی میگیم آخه؟ این آقای خامنه ای و اونم خاتمی و ماتمی و این همه آخه اینا چی؟ آخه یعنی چه؟ ببینید بازی با سرنوشت 80 میلیون انسانه. آقای دکتر از همون اول فرضیه اقتصاد توحیدی رو آقای بنی صدر مطرح کردن، بعدم دنبالش همینا اومد دیگه. یعنی چی اقتصاد توحیدی آخه؟ یعنی هیچ، یعنی صفر، یعنی هیچ، یعنی که من از اقتصاد هیچی نمیدونم. معنیش اینه ببینید اقتصاد درش بازه، انواع اقسام تئوری هم توش هست. بله شما آدم اسمیتو دارید، مرکانتیلیست ها رو دارید، تئوری توش هست، اینقدر مدل ها توش هست، ولی اونی که اجرا میشه و جامعه میپذیره متفاوته با اونی که در کتاب ها شما مطالعه میکنید. جامعه بر وفق شرایطش، شرایطش کاملا. اقتصاد کمونیستی رو قبول کرد به خاطر مرام کمونیستی، نه به خاطر مکانیسم اقتصادی کمونیسم. اون فلسفه کمونیستی رو قبول کرد، اقتصادش هم قبول کرد. تو اقتصاد آزاد برعکسه، شما اقتصاد قبول میکنید بر اساس اقتصاد سیاست رو میارید. اینه که هی دائمی میتونه خودشو خودسازی کنه، بازسازی کنه، بازسازی. خب باز برگردیم به سر اقتصاد مقاومت.
بله این آقای دکتر تعریف کامل این آقای رزاقی صحبت دیگه میکنن جالبه، میگن مبانی فلسفی با جهانبینی اقتصاد مقاومتی در قانون اساسی نوشته شده است که اگر به آن توجه نکنیم ممکن است اقتصاد مقاومتی به گونه ای پیاده شود که سرمایه داری میخواهد. یعنی چی؟ یعنی آقا ما این اقتصاد مقاومتیمون اصلا با سرمایه داری متفاوته. خب این چیزی میخواد جذب بکنن نمیدونم خارجی رو. ببینید میگم آقای خامنه‌ای رو سر کار گذاشتن همینه. آخه شما داری یه تئوری اقتصادی داری، یه آلترناتیوی داری میدی در مقابل اقتصاد سرمایه داری، اقتصاد آزاد، با این دو خط. این یعنی آشوب. حالا اینو آقای خامنه حکم حکومتی کرده در دست دولت که آقای دولت شما بر اساس این آرمان خواهی و نمیدونم خدا و پیغمبر و اینا رو عمر بی خودی نیست که دولت داره بازی میکنه با آقای خامنه ای. بله چیکار بکنه؟ چیکار بکنه این آقای طیب نیا و اینه اون چیکار بکنن؟ آخه یعنی چجوری هر قدمی برمیدارن. یه الان شما ببینید تمام برنامه بابک زنجانی اینه که زنگنه رو زمین بزنه، چون یه خود تو وزارت نفت اصلاحات کرد، کار کرد، خواست سیستم بده، به قول شما دارن زمینش میزنن. این خیلی روشنه و به نظر من هدف اینا از دست گذاشتن روی اقتصاد چیز دیگه است. اینا دنبال همون دزدی ها و کلون بازی، اینا دنبال بی نظمی اقتصادی هست که بتونن تو هر جمعه شد. اینا امکان نداره بذارن در مملکت نظم اقتصادی برقرار بشه. ببینید آقای دکتر نورزاده، نظم اقتصادی زمانی برقرار میشه که شما نظام اقتصادی داشته باشید و نظام مالیاتی که شما رسید و نظام مالیاتی مهمترین، اساسی ترین، اصلی ترین قضیه. یعنی ستاد اجرای فرمان امام مالیات بده که 90 میلیارد پول داره. مسلمه مالیات بده چی؟ اصلا باید اداره مالیات رو بشینه. هر چکی که اینا میدن باید اداره شریک. آقا مالیات یعنی شریک بی سر و صدای سایلنت پارتنره. بله به قول معروف. تو نمیدونم مشهد آستان قدس و غیره و غیره، تمام اینجا باید وزارت مالیه ما، وزارت دارایی ما نشسته باشه به عنوان چشم ملت، باید نشسته باشه. راش نمیدن. آخه مگه میشه همچه چیزی؟ ارگانهای تابع ولی فقیه کسی حق نداره بیاره. 70% اقتصاد کشور تشکیل 70% اقتصاد کشور خارج از قدرت دولته. حالا دولتی که تازه از خودشونو برگزیده ملت هم نیست. ولی واقعا دکتر این قافله تا به هشت لنگه. اصلا شما میگم یه خورده آدم از مکانیزم اقتصادی یه خورده وارد باشه یه خورده اصلا فاجعه است. این حرفایی که پشت تلویزیون میان میزنن به به و چهچه میکنن فراموش کنید. فقط کافیه شما 6 ماه 1 سال درآمد نفت نباشه، سنگ رو سنگ بند نمیشه. این فاجعه از مملکت، مملکت داغونه. داغونه فقط یه درآمد نفت بیاد که نون و گوشت رو بچرخه. یه کاری انجام میشه و کارخونه های مصرفی کار میکنند و مواد غذایی میاد و همین زندگی. یعنی زندگی روزمرگی، واقعا زندگی پیشرفته نیست. آخه مگه میشه یه کشور 80 با این همه امکانات زندگیش این باشه؟ یعنی یه مدیریت منظم. ببین آقای آل‌اسحق چی میگه، این خیلی جالبه. آقای دکتر این آقای آل‌اسحق هم مثل آقای رزاقی داره فکر میکنه، میگه که باید سرمایه‌داری رو با آرمان اسلامی سرمایه‌داری رو باید مخلوط کنیم و از این اقتصاد مقاومتی رو بیاریم بیرون. این آقای خودش وزیرم بوده، ایشون وزیر بودن، نمیدونم نماینده رئیس اتاق بودن. تهران بودند و عضو مؤتلفه هستند. ایشون میگن مسئولین بعضی علم باورن و بعضی آرمان باور. ما اقتصاد سکولار نمیخواهیم. حالا اقتصاد یعنی سکولار نمیدونم، اقتصادی میخواییم که با آرمانهای ما هماهنگ باشد. آن تولید سرانه را که در ترکیه، مالزی، ژاپن حاصل میشود را نمیخواییم.
چرا که عدالت در آن اقتصاد مسئله نیست، سرنوشت فرودست مسئله هست. سرنوشت فرودست مسئله. این حرف آقای آل اسحقه که دکتر واقعا اینا خودشون میفهمن اینا رو میکنن. نه و من خیانت رو در اینا میدونم. آقای ولایتی که میاد به دروغ به آقای خامنه‌ای میگه تمام مردم یمن برات سینه میزنن و میکشتش به گرداب یمن، یا مشاور اقتصادی ایشون که ردیف آل اسحاق و رزاقی ها میان این حرف رو میزنن، ایشون میگه در ژاپن عدالت نیست، در ژاپن، در ایران عدالت هست. آخدم چی بگی به این عدالت؟ این که فقر هر روز بیشتر میشه، دزدی هر روز بیشتر میشه. چی میخواین شما؟ خب به چی میخواین بهش بگید؟ دکتر یه سوال دیگه دارم به عنوان یه کارشناس. این پولایی که پنهان شده الان در یه مورد صحبت از 57 میلیارد هست که آقای روحانی هم گفته، آقای زنگر هم گفته 30 میلیارد فقط دست نیکو بوده. خب 30 میلیارد چیکار کرده نیکو؟ برده لبنان و جای دیگه. نه نه ببینید این پولا چی میشه. نه ببینید نیکو که خود شرکت خارجیه. بله خب ولی وابسته به وزارت نفت، شرکت نفت دیگه. نه قبول، ولی به عنوان یه شرکت خارجی سوئیسی داره کار میکنه. حالا من آفشور هست یا نه، ولی به هر به عنوان شرکت خارجی داره کار میکنه. حساب و کتاب ایناش هم حسابرسای خارجی میان نگاه میکنن و تمام چیزاش درسته. 37 میلیون بیشتر از رام ممکنه تو حسابش باشه که هست. خب ولی وقتی که این پول خارج میشه، خارج شدن اینه دیگه، کسی دنبال تا زمانی که توی سیستم غربه مشهر. ولی یه چیز دیگر هم بهتون بگم آقای دکتر نوری‌زاده، تمام تا از 10,000 دلار به بالا رو تمامش آمریکا حساب داره. شما تصور نکنید که نمیدونن اونتا. خب چیکار باید ببینن چی میشه تمام این حساب ها. مگه قبلا هم دیدیم، مال خیلی ها رو دیدیم، مال قذافی اینور اونور همه رو دیدیم. اینا تمامی چون تمام هر دلاری که در جهان خرج میشه حساب کتابش آمریکا باید داشته باشه. پولشه، پول مملکتشه. حالا ممکنه تا 7-8,000 دلار رو چیز نکنه، ولی بیشتر از اون رجیستر میشه، حساب میشه، کتاب میشه، ثبت میشه. بنابراین اینجوری نیستش که شما فکر کنید همینطوری خطوط حرکت دلار رو در جهان آمریکا میدونه. منتها خب یا آرتیست بازیایی هم میکنن، اینا هم گاهی اوقات چشمشون هم میذارن، گاهی اوقات هم عکس العمل نشون میدن، گاهی اوقات عکس العمل پنهانیه. یوشو شما میبینید یه بانک 800 میلیون جریمه شده واقعا، ظاهرا هم به شما میگن این آقا یه جایی تقلب کرده. حالا چرا تقلب کرده؟ چیزی که اونا رو ما نمیفهمیم. همینه که با ایران پول معامله میکرد. دقیقاً این پولا یه جورایی تو اون بالا ماله ها دونن تو اتاقای دربسته میشینن صحبت، حرف برای ما یه جوره. در امیدی هست یه روز این پولا زنده بشه دکتر؟ ببینید اگرم زنده بشه برای بانکای خارجی میشه. شما فکر کنید آقای رفسنجانی به عنوان مثال، مهدی هاشمی، ایشون 300-400 میلیون پول داره، کجاست؟ تو این بانکاست. حالا این فردا اوضاع برگرده این پول آقا رو ندن، آقا کجا خود رو شکایت کنه؟ به کی بره شکایت کنه؟ میدونید بانکای سوئیس چقدر از این پولا گیرشون اومده؟ بله دیگه، به خصوص با این دیکتاتوریا و با این رژیمای فاسد. چجوری اصلا اصلا نمیتونه بره سر آقای فلان وزیر یا این هم یکی از همین وزرا رو باز گفتن که شما بودین یا من یه برنامه، یکی برنامه شما بود مثل اینکه دیدم. بله که این قاضی 29 چند میلیارد خارج داره. بله صحبت قاضی صلواتی صلواتی رو که میگفتین. خب این آقا قاضی صلواتی الان قاضی صلواتیه، حکومت عوض شه که ایشون یه حمله. دقیقاً و میخواد بره بانک چه میدونم HSBC بگه آقا بیاین پول من بدین. منتها خب دیگه اینا که اخبار نیست که بیاد تو جرایدی. واقعا ببینید یه ملتی به قول شما 8 سال احمدی نژاد بیاد 800 میلیارد دلغک، یه دلغک. و شما فکر کنید با این پول چی کار میشد کرد؟ اخیرا خیلی پوز میدن که ما ایران رو ساختیم غیره. یه فیلمی هست از تهران، بد نیست ببینیم. و اتاق ما هم مانیترمون رفته، لطفا روشنش کنید.
که یه فیلم از بالا از آسمان تهران گرفتن. من این فیلمو میبینم یاد مهام شهردار میفتم، یاد شهرستانی، یاد صفاری، اینا نقشه های تهران بزرگ رو یادتونه، اینو گذاشته بودن، تمام این طرح‌ها توش بود. حالا پوزشو آقایون میدن در حالی که قرار بود اینا 20 سال پیش، مثل مترو، چند سال پیش مترو باید تموم میشد، سال 60 و بعد کی سال 90. حالا این است که بعد نیست این فیلمو با هم ببینیم راجبه صحبت میکنیم. دکتر یاد بعضی از کوچه ها میفتن، پل رومی، فرمانیه، کامرانیه، و یادم میفته تو این کوچه بوها که میرفتیم این گلا میریخ چه، حالا میگن تو همه اینا هی آسمان خراش رفته بالا. این زمان ما سبز و خرم تر بود، واقعا همینجور بود، حالا همه ساخته ما همه ساخته ما شوی رفته بالا دیگه، شهر بی هویت. اون زعفرانیه، اون مقصود بک، نمیدونم اصلا دیگه. اونجا با فردوس میرفتیم، چقدر جالب بود. ممنونم دکتر. به هر حال همینه دیگه، اینه دیگه زندگیمون. ولایت فقیه، ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان، هماره برافراشته باد. علیرضا نوری‌زاده به اتفاق دوست عزیزم دکتر منوچهر فرابخش، تا فردا همه شما را به پروردگار عاشق می‌سپارم.